ایران سال هاست که دیگر این صداها را نشنیده، صدای شیرهایی را که روزگاری بر خاکش زندگی می کردند. و نه فقط در ایران، از یونان تا شمال هند، سرزمین وسیعی که فرمان روایان بیرقیب آن بودند و حالا فقط در یک نقطه زنده ماندند، اینجا در جنگل گیر در ایالت گجرات هند که حدود 400 شیر ایرانی در آن به سر می‌برند. آخرین شیرهای آسیا که پسوند پرشیا، نام قدیم ایران، هنوز در آخر نام علمیشان مانده، اما دیگر کسی آنها را به شیر ایرانی نمی‌شناسد و شیر آسیایی یا شیر هندی صدایش می‌زنند. شیر از محبوب‌ترین جانوران ایران بوده، احتمالاً محبوب‌ترینش. فقط کافی است نگاهی به تاریخ بیاندازیم تا رد او را در جای جای هنر و تمدن فلات ایران ببینیم. از تمدن‌های 5000 ساله شهداد و جیرفت گرفته تا نقوش 2500 ساله تخت جمشید و شیرهایی که در دوره‌های تاریخی مختلف بر مهرها، فرشها، سکه‌ها، دیوارها، سینی‌ها و هزاران شیء دیگر نقش بستند. این از معدود عکس‌های به جا مانده از یک شیر ایرانی در خاک ایران است. جنازه ای از این جانور با ابهت که به پای شکارچیان قاجار افتاده. امثال این شیرها در ایران زیاد بر خاک افتادند، آنقدر که دیگر تمام شدند. خیلی ها ظل السلطان را بانی نابودی آنها می دانند، اما واقعیت این است که این شاهزاده قجر با اینکه بلای حیات وحش بود و مهمترین تفریحش شکار، هرگز نتوانسته شیری را به چنگ آورد. خودش این را گفته: من غیر از شیر همه نوع از انواع شکار، چه این سفر و چه آن سفر دیگر، خودم زده ام. شکار شیر هم مکرر رفتم ولی گیر نیامد. درست برخلاف امیر مسعود غزنوی که به گفته ابوالفضل بیهقی مورخ بزرگ ایرانی سوار بر فیل در هند به شکار شیر می رفت. شیری سخت از بیشه بیرون آمد و روی به پیل نهاد. امیر خشتی بینداخت و بر سینه شیر زد، چنان که جراحتی قوی کرد. شیر از درد و خشم یک جست کرد، چنان که به قفای پیل آمد و پیل می تپید. امیر به زانو در آمد و یک شمشیر زد، چنان که هر دو دست شیر قلم کرد. شیر به زانو افتاد و جان بداد و همگان که حاضر بودند اقرار کردند که در عمر خیش از کسی این یاد ندارند. شیر برای نیاکان ما، آنهایی که در قلمروی این جانور زندگی می کردند، چه در آسیا و چه آفریقا، مظهر قدرت بود و از پای در آوردنش نشانه زورمندی و تناوری. به دفعات نقش کشتنش را حک کردند و در داستانها و واقعیت به نبرد او رفتند. رومیان باستان گلادیاتورها را به جنگ با همین شیرهای آسیایی می انداختند تا ببینند کدامشان قوی تر و لایق ترند. در هند طرحی از شیر آشوکا برگرفته از سرستون معبد سرنت به عنوان نماد ملی شناخته می شود و در ایران هم نقش تاریخی شیر و خورشید تا سالها بر پرچم رسمی کشور نقش بسته بود. شیرهای آسیایی که ما اینجا هنوز آنها را شیر ایرانی می نامیم، تا همین 80 سال پیش هم در ایران زندگی می کردند. از شمال خوزستان تا جنوب فارس و بوشهر. وقتی شکار بیرویه گوزنهای زرد که غذای اصلی شیرها بودند در این مناطق شدت پیدا کرد، این جانوران از گرسنگی به گله ها رو آوردند و مردم این مناطق هم دست به شکار و کشتار گسترده آنها زدند. از طرفی قرقهای خانها و حاکمین محلی هم برای شکار شیر و نشان دادن اقتدار خود به راه افتاده بود تا بالاخره آخرین شیرها هم مردند. آخرین گزارش های مستند از دیدن یک شیر ایرانی در خاک ایران به اوایل دهه 1320 برمی گردد، جایی در حوالی دسفول و توسط کارگران و مهندسان خارجی که در این منطقه مشغول به کار بودند. از آن زمان تا کنون از شیر ایرانی تنها تصاویری به جا مانده که گذشتگان ما نقش کردند و البته دو شیر آسیایی که از باغ وحش‌های اروپایی به باغ وحش تهران آمدند. شیرهایی با تفاوت‌های کم نسبت به هم نوعان خود در آفریقا. کمی از آنها کوچکترند و نرهایشان یال‌های کم پشت‌تری نسبت به شیرهای آفریقایی دارند. پوستشان در زیر شکم چین خوردگی خاصی دارد و ماهیچه‌های بزرگتر و بازوهای کلفت‌تری نسبت به پسر عموهای خود در آفریقا دارند.
حالا جنگل گیر هند تنها مأمن شیرهایی است که روزگاری ایرانی نام داشتند و حالا آسیایی خوانده می‌شوند. گرچه پیش از انقلاب تلاش شد تا دشت ارژن فارس که بهترین زیستگاه شیر ایرانی بود برای احیای دوباره این گونه آماده شود، اما پس از انقلاب این کار فراموش شد و کشاورزی و حفر چاه‌ها در این دشت این منطقه را هم از بین برد. امروز ایران اگر هم بخواهد دیگر جایی برای احیای شیر ندارد جز همان باغ وحش تهران و پشت فنس‌ها و میله‌هایش.